منو تنها به حال خودم گذاشتی ماران. چی ما رو از هم دور کرده؟ آدمیزاد فراموشکاره. گذشتش و کارایی که کرده یادش میره. یه بار میگی غیرت نداری اگه اسم مارالو بیاری. یه بار میگی بی‌غیرتی اگه مارالو بگیری. بابا من چیکار کنم؟ من چیکار کنم آخه آقا؟ سهند هنوز مارال رو دوست داره. فقط کافیه مارال رضا بده. میخوام برم سر خاک احمد. تهران؟ احمد تحت آغارین بود. نورچشمین بود. توفیرش با کبیر از زمین تا آسمون بود. چرا برای این پسر سر راهیت آستیناتو بالا نمیزنی؟ حالا ما هیچی. این رسم و رسوم قدیمی رو که دیگه باید به جا بیاری. زنگ بزن بگو فردا موعد چکه. زنگ نزنی پشت گوش میندازه. زنگ بزن. آقا میگم مال مردمه. بابا بس دیگه خفه شو. چرا عیا نمیکنی؟ چرا اینقدر دروغ میگی؟ چرا اینقدر احمق و عبثی شدی؟ اوضاع شرکت روز به روز داره بدتر میشه. فعلا ولش کن. بیا بدن حرف میزنی. بزن. داغش کردم سرد میشه. هنوزم نمیگی کجا داری میری؟ پیش یه دوست. یه دوست قدیمی. چی شده؟ بچه‌مو پیدا کردم. بچه احمد. مگه نمیگی به خاطر رفع بقیه عاشق شدی ها؟ پس گوره بابای مردم. خانواده تشریف دارن؟ صفا ما یه رسم و رسومی داریم که فکر کنم شما هم داشته باشید. ناقابل خلاق. خوبیت نداره بیشتر از این تو لباس عزا بمونی. برای شما و حاج خانم و آقا ایلمان و بقیه هست. شما پیش قدم شید بهتره. شما رحمان آقا کارتون خیلی درسته. دست شما درد نکنه. اما اجازه بفرمایید بعد از عید سیاه. خان آقا زبونم لال میگن عزا عزا میاره. شما کلی جوان تو خانواده و فامیل دارین. شغل نداره خیلی طولش بدین. شما خودتون دلتون میاد به این زودی سیاهتون رو در بیاری؟ داغی که من شما دیدم حاج خانم
دور از جون شما تا لب گور همراهمونه. رنگ لباس تسکینش نمیده، اما باید به فکر جوانای زندمونم باشیم. سلام قسم. بفرمایید. دستت درد نکنه دخترم. نوشه جان بابارم. شما چایتون رو بفرمایید رحمان آقا. چشم. دخترم میشه یه دو دقیقه ما تنها بذاری؟ جد قسم. جد. ببخشید. جسارتن یه عرض دیگه هم داشتم. بفرمایید. میدونم الان خیلی زوده برای این حرفا، اما دست دست کردن تو اینجور کارا خوبیت نداره. طبق رسم و رسوم ما سعی میشه عروس بیوه تو خانواده بمونه، اونم عروسی مثل مارال که خودم حاضرم تا نفس دارم نوکریشو بکنم. همه اینا رو خودت گرفتی؟ ها؟ میگم همه اینا رو خودت گرفتی؟ آره. ای والله چه دل و جرأتی داری. من که از مردشونم میترسم. حالا راست میگن اگه ماری رو بکشی جفتش میاد انتقام میگیره؟ نمیدونم، چون من جفت بیشترشونو گرفتم. چرا میندازی تو الکولا؟ تو که از مار نمیترسی خب؟ زهرشونو بگیر دیگه. زهرشونو؟ آره. بگیرم که چی بشه؟ بگیر بفروش دیگه. مرد حسابی میدونی زهر ما چقدر قیمت داره؟ واسه چند قطرهش خدا تو من پول میدن. واسه زهر مار؟ بله. قاچاق میکنن چه جور؟ خب حالا به چه دردی میخوره؟ به درد خیلی چیزا. مثلا این شرکت‌های داروسازی هست، خب بیشتر داروهاشون از زهر مار درست میشه دیگه. تو که از مار نمیترسی، زنده نگرشون دار، زهرشون رو بگیر و یه کاسبی رو هم انداز دیگه. با یه تیر دوتانشون بزن، هم یه پولی به جیب بزن، هم از شر انتقام جفتش هم در امان باشی دیگه. پایه باشی خودم برات بازارشو جور میکنم. چه جور؟ ای والا. نگاه اینا رو، نگاه اینا که زندن. موزه باش، چی میکنه تت؟ من میترسم اینجوری نگو دیگه. نه ترس، با کاریت ندارم. نیش نزنم. نه بابا. نگاه داری میاد بالا. قربان اولم سنه، گیز نکن. این چیزا رسمه، ولی زور نیست. اگه زور نیست پس چرا همون موقع جوابش رو ندادین آقا ننه؟ جوابو تو باید بدی. باش وادولان، یعنی شما جواب منو نمیدونین؟
چطور خان بابا همیشه خودش تصمیم میگیره. حالا سپرده به خدا. داغ الیار اینقدر عوضش کرده که دیگه نتونه برای کسی تصمیم بگیره. بابا رحمان برام عزیز و احترامش واجبه، اما بهشون بگین دیگه حرفشو نزنن. باش نظر سنده سنگسم. باش، جدای از این حرفا باید مادرانه چیزی بهت بگم. از این به بعد شرایط سختی داری، باید هر چه زودتر تصمیم تو بگیری. نمیتونی خیلی بیوه بمونی. یا احمد سلام. سلام. چرا انقدر زود تنها گذاشتی؟ تنها نیستی؟ آره، ولی نمیدونم کار درست چیه. هم خوشحالم هم نگران. نگران چی هستی؟ بدون تو میتونم؟ کسی میتونه جای خالی تو رو برامون پر کنه؟ به انتخابت بستگی داره. باید دوستت داشته باشه. الان که فقط خودم نیستم. میدونم بعد از خان بابا خیلی سخت‌تر میشه. کبیر. کبیر؟ هر کی رو انتخاب میکنی کبیر رو انتخاب نکن. مارال؟ داری با خودت حرف میزنی؟ آره. دنبالم بودی؟ از کجا فهمیدی اینجا؟ نه، تو مزرعه بودم دیدمت داری میای. من باران اینا بعد چی اومدن؟ اومدن خواستگاری. باران من هنوزم دوست دارم. هی با خودش حرف بزنم آبا که زدم، اما دوستم نداره دیگه. دوستم نداره. یعنی به نظرت این پسره لات بی سر و پا رو به من ترجیح میده آبا؟ نه، با خانم جان حرف زده. ای خاک تو این سر من که یه زن بیوه‌ام قبولم نمیده. اینجوری حرف نزن دیگه. چرا نزنم ها؟ چرا نزنم آبا؟ همش تقصیر شما هست دیگه. اینقدر گفتی مارال 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 که مهرش به دلم افتاد. من خر و باش که برای بار دوم رفتم جلوش خودم خار و خفیف کردم. خاک تو این سر من. کسر شأنشیم دیگه. کسر شأنشیم. خانم رفته شهر درس خونده. بایدم خودش از ما بالاتر ببینه. اما ببینم خرتر از من کی پیدا میشه که یه زن بیوه رو بگیره. اینقدر یکی و یالغوز بمونه تا گیساش هم اینه دندوناش سفید شه. حسن دختر عموته. نیست بابا. دیگه هیچی من نیست. اصلا دیگه هیچی برام مهم نیست بابا. ببین. هیچی برام مهم. اردشور همچین دخترم ای رو ببره. سهن
سلام فامیل. زودتر هر غلطی که میخواییم بکنیم بکنین و گورتون از اینجا گم کنیم. هری این چش شده؟ قاطی پاتی ها. میگم یه شیشه انقدی جمع کنم چم میخرم؟ چه خبرته؟ مگه میخوای کل دهو با زمیناش بخری؟ انقدش زندگی تو از این رو به اون رو میکنه. هستی روت حساب بکنم ها؟ دمت گرم. سهند میخوام با حرف بزنم. خب بزن. نگام کن، میخوام وقتی جوابم میدی چشماتو ببینم. سهند گفتی هنوزم دوستم داری، الان نمیخوام جوابم بدی، قبلش خوب فکراتو بکن. بعد ببین مارال، بین من و تو دیگه همه چی تموم شده. برو با هر کی فکر میکنی خوشبخت‌تری. هیچی نگو، هیچی نگو، فقط گوش بده. من حاملم. بچه احمد تو شکممه. دلم میخواد به دنیا بیارمش و بزرگش کنم. تو هنوزم حاضری با من ازدواج کنی؟ اصلا باورم نمیشه، مگه همچی چیزی ممکنه؟ وای خدایا، اصلا نمیتونم باور کنم. مارال یعنی بچه احمد زنده است؟ آره. آمان دنیا، الان چه وقت فهمیدی؟ نزدیک به 2 ساله. پس چرا الان داری به من میگی؟ باید مطمئن میشدم، ضمن اینکه مدتی طول کشید تا جاشو پیدا کنم. از کجا فهمیدی؟
آبا جهان یه روز قبل از مرگش بهم گفت. من به تو بد کردم. بچه تو زندم زدم. حالا سلام همه قرار نبود بدونم. سهر تخصیز نه. اسمش آرزومه. آرزو میتونی پیداش کن تهران. یکی هست بهت کمک میکنه. میتونی. مگه میشه این همه سال؟ اصلا باورم نمیشه به خدا. وای مارال چه شکلی، زندگیش چطوره، اسمش چیه؟ آرزو. الهی خوشگل، معصوم، نجیب، دوست داشتنی، خیلی هم مهربونه. الهی من دورش بگردم، دختر احمده دیگه، مگه میشه بد باشه؟ امش فداش بشه. الهی زندگی خوبی داره. خدا رو شکر پیش آدمای خوبی بزرگ شده. خدا رو تو ناز و نعمت. شوهر مهربونی هم داره. مگه شوهر کرده؟ آره یه تو راهی هم داره. الهی من قربونش بشم. الهی عمش فداش بشه. ببین همینجا بشین تا من برم آمادشم. بریم کجا بشین؟ به موقع میبینیش. نه به خدا طاقت نمیارم، میخوام ببینمش زودتر. طاقت بیار، رفتن سفر، وقتی برگشتن قول میدم یه کاری کنم که ببینیش. قول میدی؟ آره. خدای باورم نمیشه. خدایا شکر. وای وای نمیدونی تو دلم چه آشوبی مارال. آروم و قرار ندارم. پس ببین من تو این ماها چی کشیدم. آخ 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 خدا بهت رحم کنه، چجوری طاقت میاری؟ من که نمیتونم. اگه ببینمش بغلش میکنم و یه دل سیر گریه میکنم. اگه بخوای این کارو کنی نمیذارم ببینیش. اگه من جای تو بودم بهش میگفتم. هرگز. وا چرا؟ چه کمکی بهش میکنه جز به هم زدن آرامشش؟ پشیمونم نکن کبرا جون، به هیچ کس نباید بگی، حتی به جمال. حتی به جمال؟ حتی به جمال، مخصوصا به اون کبیر. کبیر؟ کی کبیر رو میبینه؟ الان من دو سه سال اصلا از کبیر خبری ندارم. بهتر مواظب خودت باش، با من در تماس باش. باشه چشم. خدافظ. خدا نگهدار. پیاده ای؟ آره سر خیابون یه ماشین میگیرم. خانوم حالت خوبه؟ آبه بفرمون. یه درمانگاه نزدیکه، میخواییم ببرم تو؟ الان بهتری؟ بفرم. خسته نباشید. بفرم. 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 خواهش. خیلی خوش اومدید.
آقای وحدتی مدیر امور مالی ما هستن. خواهش میکنم. شما آقای سودبر کارمند جدید و دستیار شما. آقا سلام، خوشبخت. خیلی خوشبختم. آقای سودبر اینم اتاق کارتون، امیدوارم اینجا راحت باشید. لطف دارید. من تنهاتون میذارم تا بیشتر با هم باشید. ممنونم ازتون. فعلا. خواهش میکنم. قربان شما. بدر خدمتی. بفرمایید، راحت باشید. ما اینجا دو تا میز داریم. هر کدوم که میخواید میتونید انتخاب کنید. این یکی دم در بهتون پیشنهاد نمیکنم، ولی این یکی دنجتر و راحت تره. فقط وسایلتونم من بیارم بذارم اینجا. این خدمت شما، مال بچه‌های قبلیه. خیلی ممنون. چای میل داریم بگم براتون بیارم؟ لطف دارید، دفتر آقای اکبری صرف شد. نوشه جان. ممنون. بفهم. اجازه میفرمایید. خواهش میکنم. ببینید آقایون، بارزترین تخلف اینه که تعداد حقهای استفاده نشده که تقریباً 17% از کل سهام شرکته با سازوکار معاملات عمده قیمتگذاری نشده. همه چی بر مبنای حراج مورد نظر سهامدار عمده انجام شده که نتیجهش هم به تاراج رفتن سرمایه سهامداران جز بوده. حق باره که آقا یکی دوبار نبوده، خیلی زیاد بوده. یکیش مثلا همین، یه جوری برنامه ریزی کردن که سهامدارا مجبور به شرکت در افزایش سرمایه شدن. مجموعه هم که تمام شده، سهام همجوری به حال خودش رها کردن. هیچ کدوم از سهامدارای حقیقی تمایلی به افزایش سرمایه نداشتن. اونم 227%. بله، حق با شماست. منم از اول مخالف این موضوع بودم، ولی بهتون قول میدم خیلی زود ضرر و زیانتون جبران میشه. میشه بگین چه جوری؟ بنده این نوید رو به شما میدم که ارزش سهام شرکت خیلی زود میکشه بالا. موقع عرضه اولیه سهام هم شرکت با همین شعار تبلیغات کرد و سهم فروخت. دو ماه اول 70% ارزش سهام بالا رفت، اما بعد یهو متوقف شد. بله، چون سهامداران عمده شرکت به نفع خودشون کار میکنن. خیلی راحت هر وقت که بخوان سهام خودشونو به بالاترین قیمت عرضه میکنن و بعد از شناسایی سود قابل توجهی سهام شرکت به خصوص سهامداران خرد و حقیقی رو به حال خودشون رها میکنن. ببینید آقایون، هم مدیریت فرابورس مقصره، هم شما. چرا؟ چون هیچ نظارتی وجود نداره. درسته، ولی شلوغ کاری این سهامدارا بیشتر به شرکت آسیب میزنه. نباید موضوع به این سرعت رسانه‌ای میشد. چی کار باید میکردن وقتی گوش شنوایی وجود نداره؟ حدود 8 میلیارد سرمایه و پسنداز مردم به باد رفت. عجیبی که وقتی همین جماعت با چندین برابر این رقم سود میکنن صداشون در نمیاد. خیلی جالبه. خیلی جالبه. اولا که توقع بی جایی کسی واسه سود و انتفاعش اعتراض کنه. دوما اگه این زیان به خاطر شرایط کلی اقتصادی حاکم به جامعه بود، این جماعت انقدر شعورشو داشتن که اینو بفهمن. موضوع زیر رو کشی گردن کلفتاست، بازی با پول مردم و بزخریشونه. ما به عنوان نماینده شوکات خیلی صریح و قاطع عرض میکنیم تا گرفتن حقمون ساکت نمیشینیم. دقیقا. جناب سلیمانیش، من حتما خودم شخصا پیگیری میکنم. امیدوارم. جامارو لطفا پشت پشتم. خیالتون راحت. کسی رو نفرستیم داخل. چشم. این قضیه کار دستمون میده. به نظر من دستای پشت پرده هستن که دارن از این آشفته بازار سود میبرن. داخل کی؟ کیا؟ برای چی؟ برخلاف تصور سهامداره جو سهامداره عمده هم متضرر شدن. مگه نمیگفتم دستای پشت پرده اونان؟ هر چی که هست باید جلوش گرفته بشه. و اینا شرکت نابود میشه. این جریان باید تو نطفه خفه بشه. متوجهی؟ اولی کاری هم که باید بکنی باید سهامدار شاکر راضیش کنی. همین. بله راضی میشن. با 8 میلیارد راضی میشن. بهتر از اینه که شرکت ورشکست بشه. ببینم خانم سلطانی از این وضعیت قراشمیش خبر داره؟ ها؟ آقای وحدتی ببخشید. جانم. من چیکار باید بکنم؟ کار که چرس کنم.
تو اون قفسه رو میز کلی مجله جدوله، ورده حلشون کن. خیلی حل جدول نیستم، میخوام این کارو به در بخورتر انجام بدم. آها، فکر کنم از اون دست آدمایی هستی که میخوان مفید واقع بشن. ها نه خب، از بیکاری زیاد خوشم نمیاد. خب یکم سخت شد، معلومه چقه رو بد بدنی. یه رفت بیا این صورت های مالی رو جمع بزن. چشم. اینا که همه جمع زده است. خب دوباره جمع بزن ببین درستن درست نیستن. ببین من تنها کمکی که میتونم بکنم همینه، این ماشین حساب، اینم صورت حساب. جمع بزن ببین درستن یا نه. جمع بزن. ببینی یه ذره هم پوستی دیگه نداره. عروس چطوره؟ گفتی مدلش چیه؟ 58. 58 این که لاستیک نداره، درب داغونه. همین شما گرم تو سر مال نزن آقا. میدونی چند وقت اینجا خوابیده؟ خرج 4 حلقه لاستیکه. این فقط به درد اسقاط میخوره، باید اسقاط بشه. چی رو باید اسقاط بشه؟ چند وقت دیگه این ماشین عتیقه است، رو دست میبرنش. چی کار میکنی برزو؟ سلام سن. میگم چی کار میکنی؟ مشتری آوردم ردش کنم بره. با اجازه کی؟ میخوای چی کارش کنی؟ میخوای ترشیش بندازی؟ آقا بفرمایید، فروشی نیست، بفرمایید. آقا بالاخره ما چی کاریم؟ آقا بذار ردش کنم بره. گفتم فروشی نیست. آقا بفرمایید ردش کن بره. وقت دادم فقط میگیرید. آقا معذرت میخوام، ببخشید. شرمنده. به به چه عالی، مرتب، تموم شد؟ بله، مشکلی نبود. خیلی خوب، چه این بهتر؟ نار خوردی؟ نه دیگه، موندم اینا رو انجام بدم. یعنی الان میخوای بری نار؟ نرم. نه دیگه، کلی کار داریم، تازه رستوران هم تعطیله. باشه، مشکلی نیست. دو تا شکلات بنداز دهنت، بیا این قفسه رو چک کن. شوخی کردم، بذار سر جاش، بذار سر جاش. تو شوخی هم سرت نمیشه؟ برو نهار بخور بیا. واقعا؟ آره دیگه، کاری نداریم اینجا که. فقط خواستم گوشی رو بدن دستت که اگه ازم کار زورکی بخوای هر چی زوم کنه میریزم سرت. برو. شما نمیای؟ نه، من یکم کار دارم. با اجازه. محمد ابراهیم خان سلطانی، خان آقا، کجایی؟ روحت شاد. کجایی که ببینی نوهات به چه روزی افتادن؟ مرد حسابی، چرا نذاشتی اون آینه دق رو بفروشم از دستش خلاصیم؟ ها؟ این وضع اوضاعی که دارم میخوای این خونه رو رو سرم خراب کنه؟ عجب داره مکافاتی داره این دنیا. چرت نگو. چرت؟ آره، حق با توه. بس میگی همهش چرت بود. هر کاری کردیم چرت بود.
بس دیگه انقدر رو حسابم نرو. خدا رحمتتون کنه. الهی که نور به قبرتون بباره. چند روز پیش رفتم ده سر خاک عمو الیا رو زنمو زینب. هر شب میان به خوابم شده کاووس زندگی. نزدیک به 30 ساله که آروم و قرار ندارم. لعنت به اون روز، لعنت به اون روزا. ترمز نمیگیره. چی شده؟ نمیگیره آقا، ترمز نمیگیره. ترمز کن پس بزن. یادت پس میکنی بابا. بگیرم نمیگیره. بای خدا. باک. چی کار داری میکنی؟ بای یادت بگیرم. نمیدونم چرا این کارو کردم. یه لحظه فکر کردم اگه اینجوری تموم بشه بهتره. گفتم اگه احمد بمیره همه چی تموم میشه. خسته شدم، خسته شدم این همه سال سنگین یه بار این گناهو به دوش کشیدم. خسته شدم. تقصیر من بود، باید حدس میزدم با کینه‌ای که از احمد داری آخرش دست به حماقت میزنی. حماقت؟ مرد حسابی تحمل دیدن عذاب کشیدن تو رو نداشتم. هر کاری کردم به خاطر تو بود، به خاطر غرور خانقا، به خاطر دل شکستت، به خاطر آتیش عشقت. حالا شد حماقت. آره آره رکس میگی، حق با توه. حماقت، حماقت، حماقت. آقا ببخشید. با منی؟ بله، یه لحظه تشریف بیارید. شما کارمند این شرکت هستین؟ بله، من تازه استخدام شدم، امروز روز اول کارم. آها، امور مالی. بله، من بیژن سود برم. نوید ماهرو هستم، مدیر عامل شرکت. خوشبختم. ببخشید من متوجه نشدم، نشناختم تو. نصحایی میکنم. خواهش میکنم، اختیار داریم. مخلصی. شما موفق باشید. قربان شما. بازم ببخشید. خواهش میکنم. لطفا. خدمت شما. آقا ممنونم. خواهش. لطف کردید. تقلبی نباشه. نه بابا تقلبی. درست آقا جان؟ بله بله بله. تشریف بیارید. امضا. پاشو برو امضا کن. برو دیگه. آقا مبارکتون باشه. خواهش میکنم، ایشالا شما هم از پولش لطف خیر ببینید. لطف داری، چرخش براتون بچرخ. خواهش میکنم. دست آقا شما تشریف بیمستیم. فقط قرار محضر اون کی میشه؟ هر وقت شما دستور بدید میریم دفترخونه. یه وکالت ما به شما بدیم، با همون هم میتونید برید تعویض پلاک، همین که کار سنتون انجام. باش. آقا علکی علکی دو تومن ضرر کردیم ها. خب آقا میزش خودم سر فرصم و قیمت میدادم برات میرفت دیگه. ببین تو خفه شو، دهنتو بخون. خونه خودتو کثیف نکن. ببین با
فدا سرم که ضرر کردی، فدا سر بابام که ضرر کردی. داری میگی تو؟ بابام شاید جلو چشم برو. بابا چرا داری اینجوری برخورد میکنی؟ شما اینگه با کلاوردار طرفین. ببین شیطونی میگی بزنم. بابا خونه خودتو کثیف نکن، ولش کن ما جو بشینیم، بعد به این بدهکارم میشه. عزیز من قرض کرده بودم میخواستم تا چند روز دیگه سودش بدم. آقا بریم. آقا مرخص. آقا با اجازه. مخلصیم. مبارکتون باشه. قربون شما. با اجازه. آقا مردم خدا شاهد داداش دارم، ما هم داداش داریم. الان من میتونم ازشون شکایت کنم دیگه، به زور ازم امضا گرفتن. به دایید رفته دیگه. وگرنه تو ایل تبار من بگردی یه همچین آدم ناجوری نمیتونی پیدا کنی. شما وسط دعوا نرخ سعی نکن، دایی بدبخت من کدومشون این شکلی هن؟ به دایی کریمت رفته دیگه، اونم این همی زیر رو بکشه. حالا مهم نیست به کی رفته، بعدن یقه منو نگیری یا پدر من بگی چرا هوای داداشتو نداری، چرا زیر پر و بالشو نمیگیری. ببین این چه ناتوییه. حق با توه. آدم که اینجور ناجور باشه زندگیش رو آبه. این همه من خدمت کردم به دایی‌ها، چیکار کردن؟ دستمو باز گرفتن. نوبره به خدا آدم واسه داش خودش زیر رو بکشه. حالا ولش کن، خونه خودتو کثیف نکن، فقط رفتی خونه پدر من. خواهشم به مادر چیزی نگو، اعصابش خرد نشه. چرا نگم؟ چرا نگم؟ بذار بفهم چه لعبتی بزرگ کرده. با این لعبتی که فقط مادر من بزرگ نکرده، شما هم تربیتش کردید، بچه جفتتون بوده شده این. چرا حرف مفت میزنی؟ ها؟ به این سوی چرا اگه من دخالت تو زندگی شما داشتم؟ نفهمیدم کی رفتین مدرسه، کی اومدین، چه جور زندگی کردین، چه جور زندگی نکردین، با کی رفتین، با کی اومدین؟ آخه این حرفا چی تو میزنی؟ باشه بابا باشه، من غلط کردم. آقا من اصلا حرف نمیزنم، فقط گفتم رفتی خونه، به مادرم چیزی نگو، اعصابش خرد میشه. بابا بذار این زن بیچاره تو بدبختی خودش بمونه. شما هم که همش از ننتون دفاع میکنید. بابا به مادر من چیزی نگو. پس من چی؟ ای بابا من چی گفتم مادرم؟ من که دارم از شما هم دفاع میکنم، میگم نرید خونه با هم دعوا و مرافقه. هیچ کدومتون کاری به من ندارید. همش ننه 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 ننه. بابا من نوکرتم، بیا برو، بیا برو. من غلط کردم. آقا من دیگه حرف نمیزنم. بابا من واسه ما دو تا من ضرر کردم. بابا چرا اینجوری میکنی؟ پدر من چرا لنگه چرخ؟ بابا بیا برو، بیا برو، بیا برو. بابا چه شهر شلو مردم پرت میکنی؟ چه کاریه؟ بابا بابا اصلا این پولو من دارم، شما داری سر شهر فرق کنی کنی که تیره با ما دارم. بابا غلط کردم، دلده سنگه آبرو من دارم، بیا برو آبرو منو بردی. بیت من برم حقی نو کفی بابا بیارم تو دیگه، بیا برو سوار شو بابا جان، زشت موه سفیده خجالت بکش، بیا برو. بیا اینا رو امضا کن، فردا باید به طرف قرار بذارم. چی هست اینا؟ وصیت نامت نوشتم، ایشالله بعد از اینکه سقط شدی تمام دار و ندارت مال من. ای بابا خیلی خوب بابا، سگ خور، نصفش هم مال تو. ای بر از خرابا. آخه یه جوری میپرسی اینا چیه، انگار اگه بگم چیه میفهمی نمیفهمی که میفهمی؟ ادهم با مدیر عامل درست صحبت کن. خنگم مگه من؟ خنگ که نه، ولی یه جورایی پرتی. نه اصلا تو کلشو نخونم امضا نمیکنم. بده من ببینم. بده من، بده من. خودتو لیست نکن. ببخشید. بیا الو. سلام، چطوری؟ چه خبر؟ آفرین. ایوه، همینه. چی؟ ببین فقط مجبورشون کن شکایت کنن، تا میتونی تو بوق و کرنا کن، شلوغش کن. ببین سعیدی، دوست دارم یه جوری بزنی تو سر سهام که بچسبه به خاک، ببینم چی کار میکنی. آره، نگران نباش، خیالتون راحت باش، من کارم و بلدم آقای رئیس، نگران نباش. قربون شما. من به همراه آقای سلیمانی امروز اومدیم اینجا تا حقتون رو، اون سهامی که شما گرفتین و پایمال شده، از این سهامدارای گردن کلوف بگیریم. پارتیت خیلی کلوف بوده که تونستن استخدامت کنن. من هم مثل بقیه اومدم مصاحبه دادم. راستش نمیدونم، یه مدتی بازار خراب شده یا نام از اجناسمون مرجوع شده. میگم این چند روز همش به یادت بودم ماهگل جان، خیلی دلم برات تنگ شده. منم همینطور عزیز دلم. ماما نمیدونی چه زندگی سختی داشته، اصلا آدم باورش نمیشه. این قصه ها کسی سفارش منو کرده اینجا استخدام بشم که حقوقم بیشتر از رئیسمه. از کار جدیدتون چه خبر، راضی هستین؟ اوضاع شرکتت خیلی مناسب نیست دیگه. شما قرار بود یه وقت بدیم با هم حرف بزنیم. ترجیح میدم هر جایی باشه جز دفتر خودتون.